آغاز برداشت شیره آن غازه از مراتع کهگیلوی و بایی رحمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این گیاه دارویی با خدمت زیاد در طب سنتی ایران به عنوان یکی از داروهای مهم ضد نفخ و ضد عفونی کننده و همچنین در درمان ناراحتی های دستگاه گوارش و دلدرد استفاده میشه و همچنین در صنایع مختلف از جمله صنایع عطر و ادکلن، صنایع داروسازی کاربرد بسیار گسترده ای داره. مجموعاً 36000 هکتار از ارزهای منابع ملی زیر کشت آن غزه و باریجه رفته در از سال 81 تا الان. آنچه که اهمیت این گیاه را در میان سایر گیاهان مرتعی استان دوچندان کرده ارزش اقتصادی اونه. از هر بوته چقدر شیره به برداشت میکنید؟ از 100 گرم تا 120 گرم تا 70 80 هم میانجین. با احتساب قیمت امسال که حدوداً 140000 تومان برای هر کیلوگرم شیره هست، چیزی حدود 14 میلیون تومان ما از هر هکتار پیش بینی میکنیم که امسال درآمد برای بهره‌برداران داشته باشد. حدود 3000 روستایی و عشایری در استان از طریق کاشت این گیاه و برداشت شیره اون امرار معاش میکنند. کار خوبی انگازه‌ای باعث شده که ما اینجا کاری پیدا کنیم، به اینجا کار کنیم، درآمدی به دست بیاریم. این کار باعث میشه که روستایان به شهرها مهاجرت نکنن برای شغلای کاذب. بذر از کجا آماده میکنید؟ برز منابع طبیعی و مون ایه غزینه زیادی هم نیاره، منابع طبیعی کمکمون کنه. از بازدهی اقتصادی و اشتغالزایی اصاره گرانبهای آن غازه که بگذریم، متاسفانه این ماده ارزشمند به علت نبود کارخانجات فراوری در کشور به صورت خام به خارج صادر میشه. تاجر منش دست داره، یه سری دلاله لیان منش دست داره، ایما سود کمی بشی بدیم. چرا کارخانه فراوری شیره آن غازه توی استان وجود نداره؟ با توجه به اینکه محصول در واقع یک کشت مرتعی هستش و مصرف داخلی کمتری داره، بیشتر صادر میشه به خارج، متاسفانه متقاضی هم در این زمینه نبوده، تا الان کارخونه را اندازی نشده در سطح استان. اگه کسی مایل باشه که برای راه اندازی کارخونه، ما تسهیلات لازم رو در اختیارش قرار میدیم و مجوزهای لازم رو و تشویق میکنیم به هر حال کسانی رو که در این زمینه سرمایه گذاری کنن. در مجموع در هر دوره برداشت بیش از 1 میلیارد تومان عاید بهره برداران شیره آن غازه در استان میشه. شهرخی، باشگاه خبرنگاران جوان، مراتع تنگسرخ بویراحمد.